یه قاعده کلی در مورد پورتره هست که ما هر چقدر به سمت پیشانی میریم رنگ زردتر میشه و به سمت وسط صورت و روی گونه ها میایم رنگ صورتی قرمزتر میشه و هرچه به زیر گونه و قسمت چانه میریم رنگ سبزی میگیره. این به اون معنی نیست که خیلی این رنگ مشهود باشه، با یه نوک قلم تغییر این رنگ ها محسوسه. و برای نشون دادن رنگ این پوست من این تیکه کار رو کار میکنم تا کاملا متوجه بشید. برای ساخت رنگ قسمت هایی که نور شدید هست، مقدار زیادی سفید رو بر میداریم، این نوک قلم زرد اضافه میکنیم کم کم و بعد از اون دو برابر تقریبا از زرد بیشتر صورتی اضافه میکنیم. این صورتی شینهان هستش که رنگش رو تصویر میبینین، شماره 764 هستش. به جای این صورتی ما میتونیم پرمننت روز رو هم با سفید باز کنیم، تقریبا به این صورتی میرسیم. این نور شدید و رنگ روشن ببینید الان اینجای پیشونی هم خورده. من الان اینجا روی گونه میذارم تا شما ببینید. من قبلش یه دست رنگ زیر زدم تا این رنگ تو دوربین بهتر معلوم باشه. این کامل این رنگ روشن رو من جاهای روشن پوست قرار میدم. برای پلان بعدی رنگ صورت ما باید همون رنگ موجود رو یه مقدار پر رنگ ترش بکنیم. ما میتونیم به همون رنگ صورتی و زرد اضافه کنیم، میتونیم نارنجی اضافه کنیم. این رنگ رو میشه با رنگ های زیادی ساخت، اما من برای سادگی کار الان فقط همون صورتی و زرد رو اضافه کردم، اما با رنگ های مختلف ما میتونیم به این رنگ برسیم. خب همطور که میبینین من این رنگ رو گذاشتم روی پوست، یه درجه تیره تر از رنگ قبلیه و ما باید کار دیگه هم که بکنیم اینه که مرز بین این دو رنگ رو محو کنیم. حالا یا با همین قلم یا با یه قلم تمیز مرزها رو از بین میبریم. خب برای پلان بعدی دوباره باید این رنگ تیره تر بشه. میتونیم یا همین رنگ رو تیره تر کنیم یا بر راحتی من اینجا از روسینا و همین صورتی شینهان استفاده میکنم. اینا رو ترکیب میکنم، یه مقدار خیلی کم هم زرد بهش اضافه میکنم و روی کار میذارم. الان ببینید رنگ یه درجه بالاتر رفت از رنگ قبلی. فقط حواسمون رو جمع میکنیم که تو رنگ قبلی روی پوست نریم، تو همون مسیر خودش رنگ رو بذاریم. مرحله آخر که اون رنگ تیره یک زیر گونه هست رو میخوام بذارم. باز یه بار دیگه تأکید میکنم که برای رسیدن به هر کدوم از این رنگ ها ما از ترکیب رنگ های جایگزین هم میتونیم استفاده کنیم. این به این معنی نیست که فقط همین رنگ ها رو قاطی کنیم. من الان به رنگ موجودی که داشتم این مقدار نارنجی و برد سینا اضافه میکنم با کمی پرمننت روز به رنگ دلخواهم میرسم و این رنگ رو روی پوست میذارم. در واقع ما اینجا همون پاساژ رنگی رو رعایت کردیم که مرحله به مرحله رنگمون رو تیره ترش کردیم. ما تمام جاهای پوست رو به همین صورت کار میکنیم و بعد از این زیر این گونه رنگی بسیار روشنی میخوره و مرحله به مرحله پیش میریم تا به انتهای کار برسیم.